دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه از کراچی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. سلام عرض می‌کنم خدمتتون و بینندگان محترم. بزرگواری آقای دکتر، به نظر شما نسخه های خطی موجود در دانشگاه بیرمنگام انگلیس میتونه قدیمی ترین نسخه قرآن باشه؟ بفرمایید. ببینید، این آزمایش کربن 14 ای که انجام شده، خب به هر حال از لحاظ آزمایش کربن 14 میشه گفت یکی از قدیمی ترین نسخه ها هست که الان به دست اومده و الان تو خیلی از کتابخونه های دیگه و مجموعه های دیگه آزمایش انجام دادن رو نسخه های موجود و نسخه هایی داریم که در این بازه زمانی هستن، ولی خب تو آزمایش که تا حالا انجام شده، این بازه زمانی که برای نسخه بیرمنگام داریم یک بازه قدیمی هست و ما نداریم توی نسخه های دیگه که اینقدر قدمت داشته باشن، چون اون بازه زمانی که هست حالا مستحضر است یه مقدار قبل از زمان پیامبر هست تا عصر پیامبر، و خب اون آزمایش کربن 14 زمان کشته شدن یا به ساختن اون پوست رو به ما میده که کی اون حیوان کشته شده و اون پوست آماده شده، دباغی شده برای کتابت، و خب مسلما ممکنه بعد از چند سال یا این مدت بعدی کتابت انجام شده باشه روی نسخه روی اون پوست. بله، تا چه حد روش تاریخ گذاری رادیو کربن دقیقه و در صورت صحت آن آیا با توجه به تقارن نگاشتن این نسخه های قرآن با زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میتونه ادعا نمود که از صحت بیشتری برخوردار باشه؟ ببینید، آزمایش کربن 14 خب دقیق از این لحاظ هست که این یک بازه زمانی میده که بعضی وقتا این بازه زمانی از 50 سال تا ممکنه مثلا بستگی به اون عصری داره که اون شی از اون زمان باشه، از بین 50 سال تا 100 سال هم بعضی وقتا طول میکشه و خیلی نتیجه دقیقی به ما نمیده، و خب بر اساس داده های هستش که ما داریم و این داده ها، این دیتابیس هر چقدر بیشتر بشه این بازه زمانی دقیق‌تر میشه، و ما وقتی با این نسخه های اینطوری مواجهیم، خب آزمایش کربن 14 یک بحث کمکی هست، ما کمک میکنه در تعیین قدمت اینا، بیشتر روی خود سبک نگارش، سبک خط، اون رسم الخطی که هست استفاده شده، حالا املا، شیوه نگارش کتاب و خیلی چیزهای دیگر رو مد نظر داریم تا اون قدمت مشخص بشه. آزمایش کربن 14 خب یک روش کمکی هست، ما نمیتونیم صرفا بر اساس آزمایش کربن 14 قدمت چیزی رو مشخص کنیم، چون ما نمونه هایی داشتیم که مثلا یک آزمایشگاهی توی فکر کنم فرانسه بود یه بار، یک چندین سال پیش، هم اوایل که این بحث کربن، آزمایش کربن 14 مطرح شده بود، 30-40 سال پیش، یک نسخه ای رو آزمایش کرده بود و این اصلا برگردونده بودن به 100 سال قبل از پیامبر، و حالا یک ادعاهایی بر اساس اون مطرح شده بود که حالا بعد همش حالا جواب داده شد و معلوم شد که اون آزمایشگاهی مشکلی داشته. به خاطر این ما وقتی همچین آزمایش های انجام میدیم، عموما از چند تا آزمایشگاه استفاده میکنیم، جاهای مختلف انجام بشه آزمایش، نمونه های متعدد گرفته میشه و اینا در کنار اون بحث پلیوگرافی یا اون رسم الخط شناسی، خط شناسی و شیوه نگارش، حالا اون جوهری که استفاده شده، همه این چیزا در کنار هم به ما یک نتیجه میده برای این کار. آره، در رابطه با قدیمی ترین نسخه های مشابه کشف شده هم اگر اطلاعاتی در اختیار بینندگان عزیز قرار بدین سپاسگزار خواهم شد. آیا این احتمال وجود داره که باز هم نسخه های قدیمی تری کشف بشه؟ آقای دکتر فقط به صورت مختصر توضیح بفرمایید. اصلا خب نسخه های مشابه خب زیاد هست، حالا بخوام وارد تفصیلش بشم خب طولانی میشه. تو یمن داریم ما قدیمی ترین نسخه هایی که تا حالا کشف شده تو یمن هست که بعضیاش دو بار نگارش شده، یعنی یک بار یک متن نوشته شده، اون پاک شده، متن اون نسخه پاک سازی شده و دوباره روش نوشته شده، حالا اون متن قبلیش هم در آوردن، خب خدمت اونها هست. نسخه قدیم ما زیاد داریم، تو برلین داریم، توی توبینگن داریم یک نسخه که تقریبا هم عصر همین نسخه برمنگام هست و به خط کوفی هم هست، خط حجازی نیست، خط کوفیه که این مباحث رو مطرح کرده، خط کوفی و حجازی با هم بودن. ما خب بعید میدونم نسخه قدیمی تر از این باشه، چون به هر حال قبل از عصر پیامبر که ما بعید میدونم نسخه داشته باشیم، ولی تا حالا نسخه هایی که به دست اومده تقریبا در همین بازه زمانی بوده، قدیم نسخه های حجازی منظورم، نسخه هایی که
حجازی هست و حتی بعضی نسخه های منصوب به ائمه هم تا مثلا قرن اول، نیمه دوم قرن اول ما نسخه زیاد پیدا کردیم بر اساس کربن 14، و یه چند تا نسخه هست که برمیگرده به نیمه اول قرن اول که تعدادشون کم هست و خب برگاشون هم کمه. نسخه کامل ما همین نسخه برمیگردم دو برگ هست از اون نسخه، اکثرش از بین رفته. حالا تا 1400 سال خب مدت زیادی، طبیعیه که نسخه بخشش از بین بره. بله، تشکر میکنم از شما. دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه از کراچی با ما همراه بودند.